سلام، با 180 ثانیه یه سه‌شنبه یکم آبان ماه ما رو همراهی کنید. در ادامه واکنش‌ها به مرگ فرشید حکی، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران با اشاره به اطلاعیه پزشکی قانونی گفت این سازمان صریحاً در نظریه خود اعلام کرد فرشید حکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. این در حالی است که ورود شتاب زده نیروهای امنیتی به این موضوع و عکس العمل‌های متناقض از دید بسیاری از کارشناسان تردیدها را افزایش داده است. مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد گرایش نوجوانان، جوانان، زنان، افراد تحصیل کرده و شاغلان برای مصرف مواد مخدر بیشتر شده است. دلیل گرایش افراد تحصیل کرده به مصرف مواد بیکاری عنوان شده است. از وضعیت آلودگی هوای شهر اهواز گزارش ها بسیار است، اما در زمان بارندگی نیز مشکلاتی از نوع دیگر گریبانگیر این شهر می شود. یک ساعت بارون زدان تمام خیابونای اهواز پر شده از آب لجن. شورای شهر و شهردار خجالت می کشن یا نه؟ وضعیت کوی رمضان، دانش آموزان نمی تونن رد بشن. فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد از شب جمعه گذشته تا کنون 44 نفر بر اثر مسمومیت الکلی در بندر عباس به مراکز درمانی مراجعه کردند. در اوایل مهر ماه نیز به همین علت در این استان 22 نفر جان باختند. معاون روابط عمومی سپاه در مورد تفاوت آمار ارائه شده توسط مسئولان امنیتی و گروه جیش العدل درباره تعداد مرزبانان ربوده شده گفت تعداد مرزبانان 12 نفر بوده و عدد 14 صحیح نیست. او اضافه کرده است ممکن است از این تعداد برخی هم در میان راه فرار کرده باشند. دیدمان حقوق بشر سوریه در گزارشی آورده است شبه نظامیان وابسته به ایران حضور خود را در غرب فرات توسعه دادند. در این گزارش آمده است حضور شبه نظامیان وابسته به ایران تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه حضور خود را به گونه‌ای توسعه دادند که جنبه های اجتماعی و تجاری را نیز در بر می‌گیرد. وزارت دفاع کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد کره جنوبی، کره شمالی و سازمان ملل متحد توافق کردند منطقه پنمونجام، منطقه حائل در مرز دو کشور، از تسلیحات نظامی و پست‌های نگهبانی پاکسازی شود. طبق این گزارش قرار است تا پایان سال جاری در محدوده 1 کیلومتری در منطقه مرزی 11 پست نگهبانی برچیده شود.